در میان پرده خون عشق را گلزارها، در میان پرده خون عشق را گلزارها، عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها. عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق، ترک منبرها بگفته برشده بر دارها. عاشقان دردکش را در درونه ذوقها، عاقلان تیر دل را در درون انکارها. عقل گوید پا منه کاندر فنا جز خار نیست، عشق گوید عقل را کاندر تو هستان خارها. هین خمش کن خار هستی را ز پای دل بکن، هین خمش کن خار هستی را ز پای دل بکن، تا ببینی در درون خویشتن گلزارها. شمس تبریزی توی خورشید اندر ابر حرف، شمس تبریزی توی خورشید اندر ابر حرف، چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها. خب می‌فرماید در میان پرده خون عشق را گلزارها، عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها. در حقیقت یک است در همه این مصرع‌ها در اینجا مستور است، یعنی در میان پرده خون عشق را گلزارهاست و عاشقان را با جمال عشق بیچون کارهاست. منتها است رو مولانا میتونست بیاره و از جهت وزنی هم اشکالی بر این وارد نمیشد، اما مولانا اینجا یک کار خاصی انجام داده است، با اسقاط است نشان داده است که این ابیات هیچ کدام تمامی ندارد. هم در همه این ابیات که ما میخوانیم و در مصرع‌های اول انتظار داریم چیز دیگری هم بشنویم، یعنی سخن رو ختم نمی کنن، چرا که سخن عشق ختم نمی شود، سخن عشق خاتمه ندارد. سخن وقتی که در حیطه عشق رفت دیگر در آنجا از محدودیت ها سخنی به میان نمی آید و این کشیدن گلزارها و کارها و بارها و بازارها در حقیقت به ما این رو از نظر محتوای غنی درونی این غزل بیمانند نشان می‌دهد که اینها همچنان ادامه دارد. مانند که ما در محاوره مثلا اگر است بگوییم یعنی تمام شده است، یعنی جمله به پایان رسید. بگیم در میان پرده خون عشق را گلزارهاست، یعنی گلزارها در میان پرده خون برای عشق است، تمام شد رفت. ولی ایشان عمدن و متعمدن است رو اینجا نیاورده است،
قابل توجه شاعران عزیزمان که میتوانند اینقدر زیبا از محتوا استفاده کنند، این لفظ رو چنان به کار برده است که توانسته است بسیاری از مفاهیمی رو که در ظاهر این ده غزل وجود ندارد به ما القا کند، میتواند به ما آن قسمت‌های نانوشته. و استادی داشتیم که میگفت خب همه که هر کسی که سوادی دارد میتواند این سواد یعنی سیاهه هایی که بر روی کاغذ است بخواند، هر کسی میتواند آنچرا که بر روی کاغذ نوشته شده است بخواند، اما بسیار اندکن کسانی که آن سفیدی ها را در بین سطور بخوانند و سفیدی ها را پس از سطور و پس از ابیات بخوانند. مولانا میخواهد با این شیوه بسیار زیبا و بدی میخواهد که به ما نشان دهد که این سخن من تمام نشده است. گلزارها و ها از لحاظ آوایی و آواشناسی هم وقتی شما میکشید همچنان ادامه دارد و میتوانید همچنان آن را ادامه دهید و این جزء رمز و رازهای موسیقایی هست در اشعار مولانا. البته این بله واقعا پست مدرنیسم در اینجا به چشم میخورد، در حالی که 600-700 سال مانده بود به اینکه پست مدرنیسم اختراع شود، ایجاد شود، ایشان اینها رو آورده است و خود یک بحث مستوفا میطلبد که عناصر پست مدرنیسم رو ما در اشعار مولانا پیدا کنیم، بیابیم و اینها رو اینجا کمی باز کنیم. و البته چون قصد ما بیشتر آن است که راجع به عرفان و احکام عرفانی سخن بگیم، از آن جهت به حواشی آن کمتر میپردازیم. از جمله مواردی که میتوانیم در مورد حضرت مولانا بهش بپردازیم و کمتر پرداخت شده است، موسیقی اشعار حضرت مولانا است که موسیقی بسیار عجیب و عظیمی دارد و این موسیقی واقعا در اشعار دیگر شاعران که حتی حافظی که اشعارش کاملا موسیقایی هست و کاملا با ریتم و آهنگی که او انتخاب کرده است برای شعرهایش هماهنگی و همانندی دارد، در مقایسه با موسیقی عظیمی که و موسیقی وسیعی که در اشعار حضرت مولانا است، واقعا خیلی از شاعران ما کم خواهند آورد. علتش این هست که اون ابیات و اوزانی که مثلا جناب حافظ استفاده کرده است نهایتاً 15-16 وزن خواهد بود و اون وزنها وزنهای معهود مشهوری است که همه استفاده کردن. مولانا این وزنها رو به بالای 46-47 آورده است و از وزنهایی توانست دست استفاده کند که البته با اشاره که پست مدرنیسم کردیم و اشاره ای که به اشعار جدید کردیم، حقیقتاً کارهایی کرده است که حتی بعد از ایشون کسی نتوانست آنها را تقلید کند، چون از بس این اوزان عروضی که استفاده کرده از آهنگین و موسیقایی هست که انسان اینها رو کاملا درک میکند. و نکته بسیار مهمی که در اینجا بهش باید توجه کرد، از جمله مثلا نظامی گنجی این رو انجام داده است و البته در حد محدودی انجام داده است، این است که موضوع و مطلب با آن موسیقا و با آن دستگاه های موسیقی که هست تطبیق داشته باشد. مولانا این تطبیق رو در حد اعلا انجام داده است، چون خود میگوید که همه به من میگویند که بیا و به هر حال صبح در دست بگیر، تو به بانگ رباب چه کار داری؟ و میگوید که من بانگ رباب رو به من بدهید و رباب رو به من بدهید و بقیه هرچه هست از آن شما باشد. و اینها همه نشان میدهد تسلط عظیم موسیقایی او رو و البته این اثری که در شعر او نهاده است. در میان پرده خون عشق را گلزارها، عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها.
خب از اول خونین آغاز کرده است. مولانا عشق را خونین می‌داند. عشق با خون آغاز می‌شود. دو بیت بخوانم، همه شنیده اید از جناب حافظ و حضرت مولانا، مقایسه کنید این دو رو نسبت به نگرشی که به عشق دارند. حافظ می‌فرماید که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، که انصافا شعر بسیار زیبایی است و بسیار دلانگیز است، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. ببینید مولانا چه میگوید، میگه عشق از اول سرکش و خونی بود. عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. چیه؟ یعنی این از عدم تجربه است که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. عشق کجاش از اول؟ اگر عشق را انسان بفهمد میداند که هرگز از اول هم هرگز آسان نبوده است و تا آخر هم آسان نخواهد بود. عشق در پرده خون می رود. عشق جز با خون راه دیگری نمی جوید. جز با خون و خونریزی عشق میانه ای ندارد. اولین خونی هم که ریخته می شود خون عاشق است که به دست معشوق ریخته می شود. و اساساً عشق از اول سرکش است و خونی است تا اینکه هر کسی جرأت ورود به ساحت و جرگه عظیم عشاق رو نداشته باشد. آیا راه عشق است؟ این راه حمام نیست. و در آنجا هم مرحوم نیر تبریزی می گوید که این راه عشقی که هست، راه حمام رو هر کسی میداند، هر کسی میشناسد. در محلات قدیم وقتی از کودکان هم میپرسیدند مثلا حمام حاج رحیم کجاست، همه نشان میدادند که از این کوچه بروید و به آن سمت. ولی راه عشق رو اندک کسی میتواند نشان دهد. حتی بزرگان ما که از آنها گفتن راه عشق کجاست و عشق از کدامین سوست، هیچ کس نتوانسته از آنها جواب بدهد و هر کس از ظن خود یار او شده است و از دیدگاه خود سخنی رانده است. در میان پرده خون عشق را گلزارها. اما این خون آن خون عادی نیست. درست است این در پرده خون عشق زاییده می شود، عشق پرورده می شود و این پرده خون است که جلوی چشمان عشق را گرفته است. عشق خونین است و خونین می اندیشد و جز به خون نمی اندیشد. در میان پرده خون، پرده ای که در وسط خون ایجاد شده است. پرده چیست؟ پرده چیزی است که حجاب است و مانع است و حائل است برای آن که ما چیزهایی رو که عادتاً آنها رو می‌بینیم عادتاً مشاهده نکنیم. پرده برای حجاب است و جلوگیری از رؤیت است. و اینجا خون جلوی عشق را گرفته است که ما عشق را نتوانیم به همین سادگی ببینیم و بدانیم که بایستی از پرده خون رد شویم، بایستی از آبشار خون رد شویم تا به عشق برسیم. و بنابراین هر کسی جرأت و خواست این رو نداشته باشد که به سوی عشق گام بردارد، در آن هم نه در پس پرده خون، در میان پرده خون. شما این پرده هایی که هست نمیدانم حتما ملاحظه کردی، پرده هایی که در سالن های بزرگ، سالن های نمایش میندازن، انسان وقتی بره توش در حقیقت غرق میشه درش و شاید جایی رو پیدا نکنه برای برون رفته. شاید مثالی شبیه به این باشد که انسانی که در میان پرده خون است، در میان خون است و خون که از سر روی عاشق میبارد جلوی چشمان او پرده ای کشیده است. در میان پرده خون عشق را
گلزار هاست. اما درست است که این پرده خونین است، اما از دیدگاه عاشق آن گلزار است، آن زیبایی است، آن سرخی که هست سرخی گلهای ورداورد بین، همین که مولانا گفت گلهای ورداورد است، گلهایی است که ورد است و گلهای سرخ رنگی است که از جمال معشوق و از تجلیات معشوق بر وجود عاشق فکنده شده است. در میان پرده خون عشق را گلزارها، عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها. بعد می‌فرماید که این عاشقان هم با جمال عشق بیچون کارها دارند. آن که پرده خون بود چونیتش معلوم است دیگه، چگونگیش معلومه، خون رو همه ما میدانیم که چگونه است و با مشتقاتش آشنا هستیم. اما این که کسی بیاید و عاشقانه به دنبال خون باشد اما در عین حال آن رو گلزار ببیند، این بسیار امر مهم و عظیم است. در عین این که عاشق لطمه میبیند، تیرهای غیب معشوق بر سینه او مینشیند، اما او همچنان علاقمند است و سینه میگشاید تا اینکه تیرهای معشوق بر جان او فرود آید. این با عقل سازگار نیست. عقل میگوید سپری در برابر خود بگیر و تیرهایی که به سمت تو می آید آنها رو دفع کن. این کار عقل است، دفع مضرت. اما کار عشق این است که سپر رو بیفکند و سینه رو باز کند برای انشراح و افتتاح و انفتاح تیرهای لاغیبی حضرت غیبی، تیرهایی که از جانب حضرت حق بر جانب قلب او نشانه می رود و او با استقبال تمام به دنبال آن تیرهاست. سپر نمی جوید و کلاه خود نمی جوید یا چیزی که بپوشد نمی جوید، بلکه خود را رها می سازد تا اینکه به نهایت عشق برسد. آن شعر بسیار مشهور جناب سعدی هست که گر تیغ برکشد که محبان همی زنم، گر تیغ برکشد که محبان همی زنم، اول کسی که لاف محبت زند منم. سعدی هم آنجا در عالم عشق اینها رو درک کرده، میگوید که اگر تیغ برکشد که محبان، عاشقان رو من خواهم زد، اول کسی که لاف محبت خواهد زد و اول کسی که خواهد گفت من عاشقم تا اولین کسی باشم که تیغ به گردن او اصابت کند و کشته معشوق باشم، من خواهم. اول کسی که لاف محبت زند منم. در اینجا دیگر استتار و فراموشی دیگر جایی ندارد، هرچه هست حضور هست و حضور تیرهای معشوق و حضور در حقیقت تیغها و تیرهای معشوق او رو به حضرت معشوق خواهد رساند، چون که در این فنایی که هست بقای عظیمی نهفته است. موضوع جالبی که اینجا هست یک بحث جمال است و یکی بیچون بودن عشق است که اگر عنایت بفرمایید راجع به اینها اندکی سخن بگیم. جمال در برابر جلال است و جمال آن زیبایی و بهجت است. جمال رو دو گونه گفتن، یکی جمال و جمیلی و زیبایی ظاهری است. یعنی شما مثلا ببینید طراوت پوست یک انسان، زیبایی چشم، زیبایی دهان، زیبایی ابرو، زیبایی قامت و نرمی پوست انسان، اینها نشان دهنده جمال است و انسانها رو وقتی چنین میبینیم ما اینها رو جمیل میدانیم و نشانه جمال میدانیم. این جمال ظاهری است، جمال مادی است که همه می‌بینند و همه اون رو درک می‌کنند. یک جمال معنوی است که در جمال معنوی چیزهای علاحده هست، از جمله موزونیت، از جمله کفیت، از جمله همراهی
هست که این موضوع بسیار مهم است. ممکن است که کسی علی ظاهر زیبارو نباشد اما اخلاق زیبایی داشته باشد و ما او رو جمیل بدانیم و جمال او رو پاس بداریم. ممکن است که کسی بخشنده باشد، از نظر ظاهر هیچ جمالی که بپسندند دیگران عوام نداشته باشد اما انسان بسیار بخشنده است، انسان بسیار عالمی است. شده است که شما بزرگی رو ببینید که از نظر جمال چندان تعریفی نداشته اما انقدر این زیباست که همه او رو جمال بدانید و همه آن چیزی که در او مینگرید جز جمال چیز دیگری نباشد. میگویند به کلاغ گفتند برو زیباترین مرغ جهان رو بیاور برای ما. رفت به بلبلها نگاه کرد، دید اینها زیبا نیستند. به توتیها، پرستوها، به همه این مرغان زیبا نگاه کرد، دید هیچ کدام زیبا نیستند. یک نگاهی به کودک خود کرد، دید چقدر زیباست، چقدر نوک مشکی، نوک سیاه و یک بال و پر سیاه رنگ زیبایی که نیست بالاتر از سیاهی رنگ، پاهاش زیبا، همه چیز زیبا، موزون. بعد گفت که من همه دنیا رو گشتم، همه پرندگان جهان رو دیدم و از این زیباتر نیافتم. خب آیا میتوان واقعا خدشه‌ای وارد کرد به دیدگاه این کلاغ که چرا آن رو انتخاب کردی؟ شاید نتوان چنین کرد، به این جهت که جمال و زیبایی امری دقیقت نسبی است و در جای خود به جایی خواهد رسید. عرفا میگویند که، البته این رو که عرض کردیم مجبور میشم این رو توضیح بدم، عرفا میگن جمال و زیبایی مطلق است. ما در جهان زیبایی مطلق داریم اما زشتی مطلق نداریم. آن چه نسبی هست زشتی است و بدی است. بدی امری نسبی است، شر امری نسبی است، امری حتمی نیست و امری مطلق نیست. اما جمال امری و زیبایی امری مطلق است، چرا که خداوند اجمل هست و جمال جمیلی دارد و خداوند زیباترین است. بنابراین وقتی خداوند جمال مطلق هست پس ما جمال مطلق داریم. اما در حقیقت زشتی مطلق وجود ندارد. چه کسی میتواند منشأ زشتی مطلق باشد؟ اصلا چون این زشتی آفریده نشده است و چون این زشتی چون خواستگاهی ندارد در عالم، از این جهت هیچ چیزی به آن اندازه زشت نیست. و پایین تر از آن در جهات دیگر ما میبینیم که جمال رو ما میتوانی هم به طرف زشتی سوق دهیم و هم به طرف زیبایی و اینها امریست مجعول قراردادی و از مشهورات است و نمیتوانیم دقیقا روی آن حساب باز کنیم. مهم این است که عرفا گفتن ما هیچ چیز زشتی در جهان نداریم. هر آن چیزی که شما می اندیشی که آن زشته است آن زیباست، منتها شما زیبایی های آن رو نمی بینی. این جعل رو که همه می شناسند، جعل سوسکیست که این فضولات حیوانات اهلی رو چون گرد هست اینها رو با پاهای عقب خود می برد به زحمت فراوان و اینها رو میبرد در لانه خود جا میدهد و از آن تغذیه میکند. خب اگر این بوی سرگین رو ما بشنویم ما میبینیم که این بوی بسیار بدی است. اما وقتی که از دیدگاه او نگاه کنیم میبینیم هیچ زشتی و هیچ بدی نیست. ما در اینجاست که باید به قول مولانا و عرفای دیگر ما بایستی شاممون رو تقویت کنیم. درست است از دیدگاه عام هیچ چیزی زشت نیست اما در عالم زیبایی های فراوانی هست و بوهای بسیار زیبا و رحمانی هست. انسان شامه خود را با هر کدام از اینها که تطبیق دهد سراغ آن خواهد رفت و
همان مثال مشهوری که هست، آن دباغ و آن شاگرد دباغ داشت از دکان، از بازار عطاران و عطر فروشان می رفت و ناگاه سرگیجه گرفت و به زمین خورد. همه آمدند و حکیمان دور او جمع شدند که او رو مداوا کنند، هیچ سودی نبخشید. یکی از اشخاصی که بود حکیمی بود که وارد بود، آمد به سر و وضع این نگاه کرد و دید که این دباغ است. شما نمیدونم دباغی رفته اید یا نرفته اید، دباغی حالا کار خیلی سختی است و انصافا انسان از یک کیلومتری کارخونش هم نمیتونه رد بشه، انقدر بوی بد و زشتی دارد این روش های دباغی کردن. این فهمید از ظاهر قضیه، از لباس او، از پایفزار او، از دستان او فهمید که این دباغ است. و نقل ها متفاوت است. میگه مولانا میگه که نگاه کردید هیچی نیست، دید با عرض معذر سرگین سگی در آنجا هست. سرگین سگ رو برداشت، آمد جلوی بینی او گرفت. او وقتی نفسی کشید و آن بوی معهود رو گرفت، حالش خوب شد و زنده شد و بلند شد. در حالی که مولانا میگوید همه برای اینکه مداوا کنند عطر رو به این میدهند، ولی این عطر حال او رو بدتر میکند، حال او رو از آنچه که هست بدتر میکند. دوای او آن نیست، دوای او آن چیزی که موافق او باشد. از آن جهت مولانا استفاده میکند که سخنانی هم که حکمای الهی میگویند باید دقیقاً بر اساس فهم مستمعین باشد، باید بر اساس فهم آنهایی باشد که حدودشان معین باشد. کسانی که دماغشان و در حقیقت اندیششان، فکرشان و شامشان به بوهای بد عادت کرده است، از بوی خوب خوشش نخواهد آمد. من از مرحوم استاد شهریار پرسیدم حضرت استاد چه بخوانیم؟ نوجوانی بودیم رفتیم حضورشان، عرض کردم که استاد ما چی بخوانیم، چه کتابی بخوانیم؟ خیلی حرف زیبایی زد، بسیار جالب بود. من از همون وقت آویزه گوش کردم و به آن توجه کردم و البته خیلی هم بهره ها بردم، خیلی بهره بردم از این. فرمود که پسرم اگر میخوانی هر چیزی که میخوانی شاهکار بخوان. چرا؟ اون شامه انسان رو عوض میکند، شامه انسان رو تعدیل میکند و ارتقا میدهد. وقتی انسان شعر سعدی رو خون، دیگه این شعرهایی که یک عده مینویسند دیگه به اینها رغبتی نشان نمیدهد. وقتی انسان با مولانا آشنا شد، وقتی انسان دیوان شمس رو خون، دیگه چه دیوانی میتواند او رو واقعا مستغنی کند؟ و وقتی که شما از صد گرفتی، نود هم پیش شماست. و از این جهت است که این بسیار امر مهمی است، در هر موردی شاهکار بخوانید. در هر موردی اگه میخواهید کتابی بخوانید، بهترین و اساسی ترین کتاب رو در آنجا بخوانید. میخواهید مثلا در مورد جامعه شناسی، خب بهترین کتاب معلومه که 4 تا 5 تا کتاب هست در مورد جامعه شناسی، اینها بهترین ها هست، خب اونها رو بخون. ممکنه اندکی سخت باشد، ولی اگر آن را خواندید دیگر نیازی به بقیه ندارید و اهل تعین و اهل نظر خواهید بود. در همه موارد هم چنین است. در میان پرده خون عشق را گلزارها، عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها. این جمال و زیبایی رو قبلا سخن گفتیم و باز هم سخن خواهیم گفت، چون که به این زودی تمام نمی شود بحث جمال که بسیار زیبا هست. عشق بیچون، عشق بیچون، اینجا بیچونی یعنی بدون دلیل. مولانا این رو دقیقا معادل می آورد، چون در حقیقت اینجا این بحث مجادله، اگه بخوایم اسم بذاریم برای این غزل و این غزل رو از اوج به پایین بیاوریم، میتوانیم بگوییم که
مجادله خونین عشق و عقل. در اینجا مولانا مجادله خونین رو از اول خونین و در پرده خونین آغاز کرده است. میگوید که کار عشق و عقل با عقل آب عشق به یک جو نمی رود. اینها هر کدام از چیز دیگرن و کسانی که مثل استاد ما جناب استاد دینانی میفرمایند که عقل و عشق با هم هستند، چون استاد بنده هم بودند و من چند واحد فلسفه با ایشون در دانشگاه تهران خونده ام، از جهت استادی حق استادی که دارند زیاد جسارت نمی کنم، اما عرض می کنم که وقتی که انسان در مورد دیوان شمس سخن میگوید باید عقل رو بذاره کنار، وگرنه هرگز نخواهد فهمید مولانا چه گفته است. برای فهم مولانا باید عقل رو کنار نهاد، هرچند که زمین و آسمان بیاید و بخواهد عقل رو با عشق گره بزند، این دو با هم گره زدنی نیستند، این دو آبشان به یک جو نمی رود. اینها فقط یک حالت دارند، یک حالت مبارزه، جنگ خونینی که بین عقل و عشق است. اما آنها که تصور می کنند که عقل و عشق با هم آمیزش می توانند داشته باشد، یا عقل را نفهمیده اند یا عشق را درک نکرده اند. چون عشق فهمیدنی نیست، که عشق چشیدنی است. یا عشق را نچشیده اند یا عقل را نفهمیدند، عقل را درک نکرده اند. اگر کسی اندکی عقل را بفهمد و اندکی عشق را بچشد، خواهد فهمید که این دو از همدیگر متباینند و هیچ از نسب اربعه نسبت تباین رو برای اینها دنده، هیچ ارتباطی و هیچ نسبتی با همدیگر ندارند. و مولانا اینجا اینها رو به شکل بسیار عالی بیان می کند. عقل اصلا کارش چونچون است. عقل چه می گوید؟ فلسفه چه می گوید؟ فلسفه می گوید چرا؟ می خواهد توضیح بدهد. فلسفه می خواهد عالم رو توضیح بدهد، وجود رو توضیح دهد، انسان رو توضیح دهد. همه اینها کار عقل و فلسفه هست. اما عشق بیچون است. چون اگر چون در عشق راه یافت، دیگر عشق عشقیت خود رو از دست خواهد داد. وقتی چرا چون و چرا چگونگی در عشق راه یافت، دیگر آن عشق نیست، آن سخن عشق است، آن پرده ای از عشق است، آن تصور و توهمی از عشق است. عشق آنگاه آغاز می شود که عقل به پایان رسیده باشد. عقل وقتی به نهایت خود رسید، عقل وقتی به جایی رسید که دیگر بال پریدن و پر رفتن ندارد، تازه از آنجا عشق آغاز می شود. چنانچه می گویند آنگاه که کلام تمام می شود، موسیقی آغاز می شود، و آنگاه که موسیقی تمام می شود، چه آغاز می شود؟ سکوت آغاز می شود. و حال شما هرچه که بیشتر و ژرف‌تر در این مسئله بنگرید، به نتیجه خواهید رسید. عشق اساساً بیچون است. چرا که معشوق بیچون است. عشق مبناش از کجاست؟ مبناش از خداونده. چون معشوق بیچون است. چون یعنی کم و کیف، کمیت و کیفیت، متاع و عین، زمان و مکان. عشق فارغ از کم و کیف و متاع و این هست، از همه اینها فارغ است، از همه اینها جداست و در قید و بند هیچ کدام از اینها در نمی آید. اساسا اگر در قید و بند کم و کیف بیاید، دیگر عشق نیست، آن هم شد قسمتی از عقل یا هر لحظه دیگری که برای او در نظر بگیریم. چون خداوند تنها وجودی است که بیچون است و بقیه وجودها همه با چون هستند، چگونگی دارند، کمیت و کیفیت دارند، زمان و مکان بر آنها احاطه دارد، از آن جهت خداوند بیچون است. و چون عرفا معشوق ازل و ابد را همان خدا می دانند، بنابراین معشوق بیچون است. وقتی معشوق چون ندارد، چگونگی ندارد، کیفیت ندارد، کمیت ندارد، شما چگونه میخواهید او رو از او نام ببرید؟ وقتی ما میخواهیم آب رو تعریف کنیم، چه میگوییم؟ خب میشود آب رو تعریف کرد، چون هم کمیت دارد، هم کیفیت دارد. کمیتش تعداد الکترون ها، پروتون ها، نوترون هاشه،
کیفیتش مثلا کیفیت الساق این عناصر هست به یکدیگر، هیدروژن به اکسیژن چگونه با کدام ترکیبات و با کدام پیوندها به هم دیگه متصل شده، اینها کیفیت ها هستن. و یا این آبی که هست در زمان معین در اینجا هست و با آبی که در اگر من این رو تکان دهم و در جای دیگری بگذارم، این آب دیگر آب قبلی نیست، این آب عوض شد. شما نمیتوانید از نظر علمی بگویید این همان آب است، این همان آب نیست، چرا که بسیار تغییر کرده. و علاوه بر اینکه کم و کیف او به حال تغییر کرده، اینجا مولکول‌هایی از او در این مدت کم بخار شده است مثلا، بلکه از نظر متا و عین هم تغییر کرد، از نظر زمان و مکان جاش تغییر کرد، بنابراین این همان آب نیست. در بحث چونها و کیفیتها ما با این مشکل برخورد داریم. اما خداوند بیچون است، خداوند چون بیچون است و بی کیف و بی کم است، بنابراین به هیچ چیزی نمیتوان او رو آورد، به هیچ حدی و تعریفی در نمی آید. حد مستثر هست که در علم منطق حد همان تعریف است. حد یعنی حدودی که برای یک چیز مشخص می کنند و آن در حقیقت تعریف آن است و عرفان آن است، شناساندن آن است. و حدی که در پایین هم مولانا میگه شش جهت حد است و بیرون راه نیست، همان حد است. حد یعنی تعریف. خب چرا خدا رو کسی نمیتواند تعریف کند؟ اصلا حدود تعریف چیست؟ حد تعریف چیست؟ در علم منطق صورت اینها رو بیان داشتن. دوستانی که با علم منطق آشنایی دارن حتما مستحضر هستن. اینجا فرصت نیست و امکان این نیست که ما اینها رو بازشناسی کنیم. اما این تعریفی که هست، هر چیز رو بخواهید تعریف کنید از آن جهت که محدود است میتوان تعریف کرد، ولی چیزی که محدودیت ندارد چگونه میتوان تعریف کرد؟ حدی ندارد، بنابراین لا حد است، چون اصلا لا شیء است، لا رسم و لا کیف و لا کم است، هیچ کدام نه وصفی هست نه رسمی هست، هیچی. از آن جهت است که وقتی که ما با خداوندی که بیچون است مواجهیم، معشوقی که بیچون است، خب عاشق هم باید بیچون باشد تا بتواند عشق رو درک کند. و در حقیقت عشق هم بیچون می شود. چرا عشق بیچون است؟ چون معشوق بیچون است. چرا عشق رو نمیتوان تعریف کرد؟ عشق رو بالاترین تعریفی که کردن گفتن حب شدید است، و ادعی گفتن عشق از عشقه گرفته شده است. عشقه آن گیاهی است که برگرد گیاهان تر و تازه می روید و آنها رو دور می زند به عنوان یک در حقیقت آفت از اون نام می برند. وقتی که گرد یک گیاهی، گرد یک گلی رو گرفت، می رود بالا و از مواد غذایی آن درخت یا از آن گیاه استفاده می کند و کم کم آنچه که او را در میان گرفته است، او افسرده می شود، خشک می شود، نابود می شود، اما این همیشه سبز است. قصه عاشق همان است. عشقه گفتن عشق از عشقه گرفته شده است، یعنی عاشق هم وقتی عشق او را در تار و پود خود گرفتار می کند و او را در خود به دام می اندازد و شیره وجود او و بهره وجودی او رو می کشد، در آن صورت جان عاشق و جسم عاشق از بین می رود، کم کم به تحلیل می رود، اما آن عشقه، آن گیاه به قوت خود باقی است و هر لحظه ستبرتر می شود، هر لحظه سبزتر می شود و هر لحظه قویتر می شود. عشق هم چنین است. عشق هر چقدر که قویتر شد، عاشق رو در میان خود میگیرد و عاشق رو ضعیفتر و خود رو قویتر میکند. عشق هرچه فربهتر شد، عاشق لاغرتر و رنجورتر خواهد شد. این قانون عشق است. خب اینجا معشوق چیست؟ معشوق چه میکند؟ معشوق هم وقتی که دید این عاشق کلن منهدم شد، منهزم شد، از بین رفت و عشق همه هویت و وجود او رو در بر گرفت، در آن صورت است که معشوق از خود به او
می نماید، از خود به او می دهد و عاشق رو از آن خود می کند. عاشق رو به جای عشق و به جای عشق خود عاشق رو در بر می گیرد. آنچه که مولانا در بغل و آغوش گفته است حکایت همین است. بغل و آغوشی که مولانا می فرماید در دیوان شمس یا در مثنوی یا در جاهای دیگر، همان آغوش باز و بغل باز حضرت معشوق است که او رو در میان خود میگیرد و در اینجا مثلث عشق و عاشق و معشوق هر سه یکی میشود و اینجا تثلیث از بین میرود و ثنویت از بین میرود. وقتی که یک زمان یک عاشق بود یک معشوق بود، اینها هر دو از بین میرود. عاشق وقتی در معشوق فنا شد و عشق در معشوق فنا شد، همه چیز می شود معشوق، همه چیز می شود او، همه چیز می شود هو و از آن جهت هست که دیگر غیری نمی ماند. خب این هو که خود بی تغییر است و بی چون است، ما چگونه می توانیم او رو تعریف کنیم؟ این هو چقدر عاشقان رو در پرده خون کشیده است؟ این معشوق ازل و ابد چقدر عاشقها رو کشته است و به سمت خود برده است و به آن هم مباهات کرده است. خود فرمود که هر که مرا دوست بدارد عاشق من می شود، هر که عاشقم شد من عاشق او می شدم و هر که را من عاشق او شدم می کشم، مقتول می کنم. این قاعده عشق است، عجب قاعده است. هرگاه من عاشق او شدم او را مقتول می کنم، می کشم. اما برای هر کشته ای دیه ای لازم است و هر مقتولی خونبهایی لازم است. آن خونبهایش چه می شود؟ فرمود که و انا دیته و من خود همان دیه او هستم، خود رو به جای خون به او می دهم. خون خواهی می کند، او خواهی کرده است، خدا خواهی کرده است، به جای خون به او خودم را می دهم. آن وقت می بیند که به اعلی الیین رسیده است. در میان پرده خون عشق را گلزارها، عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها. این عاشقان هم بیچون شده اند، مانند او که بیچون شده است. انسان عاشق وقتی معشوق میبیند مانند معشوق میشود، همه چیزش مثل معشوق میشود، به هر کسی که توجه میکند مانند او میشود. و اینها نشان دهنده آن است که انسان عاشق هم باید آخرش مانند او شود. او بیچون است و عاشق هم باید بیچون باشد. عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست. عقل میگوید که شش جهت هست و حد است، محدود است، بیرون از این راه نیست. از اون ابیات بسیار مشهور است، من توصیه میکنم این بیت رو همه در حفظ داشته باشیم. عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. یه چیزی که میگن بهترین دلیل برای امکان وقوع شیء است. بهترین دلیل یه قاعده است دیگه، یه قاعده فلسفی است که بهترین دلیل برای امکان وقوع شیء وقوع آن است. آیا امکان دارد که مثلا فلان کس مثلا بتواند 2 لیتر آب را یک جا بخورد؟ مثلا میگیم خب به جای اینکه بیاییم امکانش رو بررسی کنیم، یک نفر اگر رفت و 2 لیتر آب را یک جا توانست بخورد، ما وقوعش دلیل امکان است، دلیل ممکن بودن است. یک بار اگر چیزی واقع شد نشان میدهد که آن چیز ممکن است. خب اینجا بحثی هست. عقل اونجا میگوید که شش جهت حد است و بیرون راه نیست. شش جهت که معلومه دیگه، یمین هست، یسار هست، امام و خلف و فوق و تحت، اون شش جهت راست و چپ و جلو و عقب و بالا و پایین، این شش جهت هست و هر کسی که هست این شش جهت رو دارد. حتی اگر از نظر فیزیکی هم این جهت ها خم نشود، باز هم 6 جهت بیشتر نیست و
مگر اینکه بتوانیم ما این جهت‌ها رو به شکلی حالا در روش‌های کوانتومی جدید اینها رو خم کنیم، یک تعابیر دیگری داشته باشیم که البته آن هم به عرفان نزدیک خواهد شد، از عقل دور خواهد شد. این که یک وجود در جایی که هست شش جهت او رو احاطه کرده است، بیرون از شش جهت دیگر جهت دیگری نیست. خب عقل اینقدر میفهمد، عقل گوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست. خب در ادعا میکند البینت علی مدعی، مدعی باید بینه بیاورد، مدعی باید دلیل بیاورد. خب دلیلت چیست؟ میگه رفته ام من بارها، دلیلش وقوعش هست، من بارها و بارها این راه رو رفته ام و میدانم که از آن طرف هست. آن روز جایی سخنی بود از کیمیا، گفتن که کیمیا نیست، یکی از اساتید گفت کیمیا نیست و یک استاد دیگری هم بود گفت کیمیا هست و من خود ساختم و بدان دست پیدا کردم. بهترین شی برای اثبات شی وقوع آن است. خب چرا ما وقتی که چیزی را نمیدانیم و نمیفهمیم و عقل ناقص ما به آن راه نمیدهد و ما راهنمایی نمی کند میگوییم نه؟ امام علی علیه السلام میفرماید که الناس اعداء ما جهلوا یا اعداء ما جهلوا، مردم دشمنند با آنچه که نمیدانند، مردم هر چه را که ندانند با اون دشمنی میکنند، عوام به خصوص. علما این کارو نمیکنند. اگر 600 سال قبل به شما میگفتند که میتوان 200 مثلا 20 تن آهن رو در فضا همینجور نگه داشت، چه کسی باور میکرد؟ میگفتند هیچ کسی این رو باور نمیکرد. ولی الان میبینید یک هلیکوپتر با وزن چند تن روی هوا میماند و هیچ اتفاقی هم نمیفته. خب همچنین است نسبت به آینده. اگر یک کسی تگل ارز بگه که من در یک چشم بهر هم زدنی 3000 کیلومتر آنورتر خواهم بود، خب نه نمیشه، اصلا این دروغی نظر علمی ممکن نیست، رد خواهند کرد. ولی آیا مطمئنید بعد از 100 سال این اتفاق نخواهد افتاد؟ دانشمندان مشخص کردن کمتر از 50 سال این اتفاق خواهد افتاد، از نظر علمی اتفاق خواهد افتاد کمتر از 50 سال، که در یک لحظه شما می توانید 300 کیلومتر رو اون طرف تر برید. ناسا یک فهرستی رو منتشر کرده، بسیار زیباست، ببینید فهرستی رو منتشر کرده که بشر تا کجا در چه زمانهایی دقیقا سالش رو مشخص کرده که به چه چیزهایی دست خواهد یافت، کی در مریخ خواهد نشست، کی در مشتری به مشتری خواهد رفت، کی چه خواهد کرد، چه خواهد کرد. همین ها رو بر اساس زمانبندی دقیق، همچنان که میداند مثلا مشتری کی در چه زاویه خورشید قرار خواهد گرفت و با درجه و ثانیه دقیق و روز و ساعت و دقیقه و ثانیه دقیق میداند، اینها رو اونها رو هم گفتن. این که انسان چیزی رو که نمیداند و عقل واقعا مشکل عقل است، چون عقل محدوده و محدوده جز محدوده خود رو نمیتواند ببیند، مانند آن کلاغ که زیبایی رو فقط در فرزند خود میبیند و لاغیر. عقل گوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز. خیلی عالیه، میفرماید که عقل یک بازار رو دید، تاجری آغاز کرد، تاجر شد. تاجر یعنی چه؟ تاجر میگه من چه بخرم که سود کنم، چه نخرم که زیان نکنم، جلب منفعت و دفع مضرت. اساسی ترین و مهمترین چیزی که عقل به ما میدهد این است، جلب منفعت و دفع مضرت، جز این چیز دیگری نداره. این جلب منفعت و دفع مضرت فقط کار عقل است، اما عشق چه نمیخواهد چنین باشد. سینه سپر میکند برای تیر معشوق، سر برهنه میکند برای گرز محبوب، نمیخواهد که از او کنار بکشد، بلکه پیش میرود تا کشته معشوق شود. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. عقل کارش اینه بدی ها رو از خود دور کند و نیکی ها رو به سمت خود بکشاند. عشق دیده زان سوی بازار او بازارها، اما عشق از
اون طرف بازار این شخص بازارهای دیگری رو میبینند. بازار چی؟ بازار بیع و شرا و اقتصادی نیست، بازار حسن است، بازار حسن فروشی است، بازاری است که در آنجا یوسفان خوبرو رو میفروشند و جز خریداران ناب و خریداران خوب که میفهمند و جنس سره رو از ناسره تشخیص میدهند نمیتوانند مشتری یوسف باشند و خریدار یوسف باشند. عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. عشق هم بازاری دارد، عقل هم بازاری دارد. عقل بازار، بازار اقتصاد و سیاست و قدرت و اجتماع و اینها هست، اما بازار عشق گونه دیگری است، کار دیگری است. یکی از کسانی که در بازار عشق بزرگترین ها رو دارد این است: ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق، ترک منبرها به گفته بر شده بر دارها. ای بسا یعنی ای بسیار، بسیار اتفاق شده است. منصور پنهان، منصور چیست؟ همان حسین ابن منصور حلاج، ابن منصور، اسمش، اسم خودش حسینه، ولی این که ما نام ببریم مشهور شده است کسی رو با نام پدر خود نام ببریم و عنوان کنیم اشکالی ندارد چون مشهور شده است. اینجا هدفی دارد. تاجر ناصر است، تاجر کسی که تجارت میکند، کمک میکند که به سود دست بیابد. اما در اینجا عشق در حقیقت معشوق فاعل است و عاشق منفعل است. معشوق فعال است و عاشق منفعل است. انفعال یعنی فعل بر او واقع می شود، خود به خود اتفاق می افتد. معشوق فعال است، معشوق می داند چه می کند، اما عاشق نمی داند چه بر سرش می آید. چون اگر بداند باز سراغ عقل رفته است، به دنبال دانش رفته است و باز از عشق دور شده است. عشق چون اول از معشوق آغاز می شود، معشوق می داند چه بر سر عاشق می آورد. بنابراین معشوق آنجا ناصر است و عاشق اینجا منصور است، که آن منصور حلاج است، که آن منصور بزرگ است. می گوید ای بسا منصور پنهان. منصور حلاج پنهان بود. چرا؟ چون که مردم صورتی از او می دیدن و ظاهری از او می دیدن، سخنانی از او می شنیدند. ظاهراً سخنان خلاف شرع می گفت و به خاطر همین هم اعدامش کردند و به خاطر همین هم به ارتداد محکوم شد و چون جرم مرتد قتل است او رو به قتل رساندند و بر استناد کردند به آیات قرآن او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، که اینها رو یعنی دقیقاً قتل جمعی کردند. همه موارد قتل که از ضرب به سیف، از ضرب به شمشیر است و انداختن از شاهق یا بلندی و بریدن دست و پا و پا و دست رو خلاف بریدن، آنهایی که در کتب فقهی هست، در کتب فقهی اهل سنت بسیار اینها پررنگ هست و وجود دارد، که یک کسی که از دین درآمد، از دین خدا درآمد، بایستی به این حکم ها محکوم شود و او رو به این شکل باید بکشند. که جناب ابوبکر اولین کسی بود که اولین بار 70,000 نفر از مرتدین رو در جنگ یمن و یمامه به همین شکل کشت، چون اینها از دین برگشته بودند و جمعاً 70,000 نفر انسان رو کشت چون که از دین اسلام برگشته بودند. این که مولانا در اینجا به منصور ارادت خاص دارد، حافظ منصور رو مجرم می‌داند. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد. خب حافظ اینجا مجرم میداند او رو که چرا اسرار رو هویدا کردی، اما در همه جای سخنان حضرت مولانا کاملا به طرف
حلاج است و حلاج رو حتی یک بار هم مذمت نکرده و همیشه بسیار ستوده است، چرا که انصافاً انسان بزرگی بود و ستودنی. خب این منصور پنهان بود، در ظاهر سخنان خلاف شرع می گفت، شدهیات بر زبان می آورد، یا سخنان خلاف عقل می گفت که طامات بهش می گفتند. این شهد و طامات رو بیان می کرد اما مردم به ظاهرش توجه کردند. مولانا در جای دیگری می گوید همان درست بود که گفت من الله هستم. دقت بفرمایید، مولانا می فرماید که حلاج بسیار درست گفت که بگوید من الله هستم. اگر می گفت من منصور هستم آن وقت شرک بود. یعنی من منصور هستم، او هم خدا هست، دوتا شد، یک منصور یک خدا. شرک اینه، شرک اینه که شما به وحدت وجود اعتقاد نداشته باشی، نه اینکه بیایی و بگویی که او که میگوید من خدایم، اتفاقا او درست میگوید. لیسف دار غیره دیار، غیر از خدا مگر کسی هست که بگویی من هستم؟ این که بگویی من هستم و او هست، این شرک است، این دوتایی است، دو بودن است. من هستم یک، او هست دو، این شد شرک. همه چیز اوست، هم در وجود اوست و هم در بقا اوست و غیر از او چیز دیگری نیست. وحده او لا اله الا هو. وحدانیت یعنی چه؟ توحید یعنی چه؟ نسبت دادن وحدت به خداوند در همه چیز، حتی در وجود. نسبت دادن وحدت به خداوند در وجود یعنی یک وجود هست، وجود وحدت، همان وحدت وجود است. مگر توحید چیز دیگری است؟ توحید نسبت دادن وحدت است به چه کسی؟ به خداوند. توحید در عبودیت، توحید در افعال، توحید در صفات، توحید در ذات. توحید در ذات همان است، توحید در وجود همان است که وقتی خداوند هست دیگر چیز دیگری نیست، او واحد است و وحدت دارد. این یعنی توحید، این یعنی وحدت وجود. و خلاف این شرک است، و هر که به غیر این معتقد باشد مشرک است. ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق. خیلی جالبه، منصور خودش پنهان بود اما به جان عشق اعتماد داشت، چون به معشوق اعتماد داشت، معشوق رو میشناخت، معشوق رو میپسندید و میپذیرفت. اعتماد جان عشق، جان عشق که همون معشوقه. ترک منبرها به گفته بر شده بر دارها. او که پنهان بود، چون به منبر که می روند یک عده چکار می کنند؟ مشهور می شوند. وقتی کسی سخن می آغازد، سخنی می گوید، مشهور می شود. ولی حلاج اگر منبر داشت، که منبرش از بسیاری از منابر بزرگان بسیار عظیمتر می نمود، منصور کسی بود آنقدر دانشمند، آنقدر باسواد بوده است که با هر کسی که سخن می کرد قانعش می کرد. بحث های او با هندیان، با جوکیان، با دیگران مشهوره. بحث های فراوانی که کرده است و کارهای بسیار شگفتی که انجام داده است. میگوین مشهور است که یکی از مرتضان هند آمد پیش منصور، گفت که من شنیدم در جهان اسلام ما در میان هندوها کارهایی میکنیم، عظمتهایی داریم، شما چه میکنید در میان عرفای اسلام؟ ما در عرفان هندی کارهای عظیم می داریم، همان عرفان هندی که جوکی ها یا یوگی ها یا همین مکاتب عرفانی که عرفان های نوظهوری که به قول معروف الان ایجاد شده است و همه هم می دانند. و مع الاسف دوری ما از به قول معروف از عرفان های حقیقی باعث شده این عرفان های حالا دست چندم بیایند و جای عرفان حقیقی اسلامی رو بگیرند. اما در جاهایی مطرح شده است و آنها رو گفتند و خوانده اید، اما می آید و می گوید خب شما چه کار بلدی؟ می گوید من اصلا از مرتضان خاص هستم. گفت چه می کنی؟ گفت که خب نگاه کن این دانه های گندم رو بر روی زمین می بینی، مثلا 10-20 دانه گندم رو.
گفت بله میبینم. گفت نگاه کن. این هی انرژی افتاد و هی تمرکز کرد و تی آخرش این دانه های گندم شروع کردن به دیوار بالا رفتن و بعد به هر حال صرف انرژی کرد و گفت بله ببین. حلاج گفت نهایت قصه این است. یک یاهو گفت، مشهور است این قصه هست دیگه، حالا یاهو گفت، حلاج از آن جهت حلاج اسمش حلاج مون، پدرش در حقیقت کسی بود که حلاجی میکرد، یعنی دانه هایی که بود اینها رو، دانه های پنبه که بود اینها رو میزدن و حلاجی میکردن و در یک جا ریخته بود. یک انبار بسیار بزرگی بود پر از دانه های پنبه بود، ریخته بود. یک دفعه گفت یاهو با دست اشاره‌ای کرد، همه اینها که حلاجی نشده بودن همه آمدن این طرف، همه حلاجی شده. این به سجده افتاد، گفت که چیست؟ گفت اینها اصلا دنبال این در حقیقت کرامات رفتن کار عاشقان نیست. خب ممکنه یک دفعه انسان یک کاری بکند و برای اینکه کسی بداند که این حقیقت دارد یک کاری انجام دهد، اما دنبال این کرامت ها رفتن اصل قضیه نیست و برای نیل به مقصد حقیقی کافی و شافی و وافی نیست. ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق، ترک منبرها بگفته بر شده بر دارها. آمده پنهان بود اما وقتی بر بالای دار رفت مشهور شد. همان خونی بودن عشق عاشقان دردکش را در درونه ذوق‌ها. عاشقانی که دردی کشن، درد هر چیزی که تهمانده باشد و معمولا اینجا دردکش مستثری است که شرابی که در پایین معمولا قبلا میگذاشتن که شرابهای چند ساله که این ناخالیسی هاشون تهنشین بشه و قسمت بالا راوق یا صافی میشد و قسمت پایینش همان درد بود. که کسانی که پول نداشتن و بی پول بودن و البته هر کسی هم توان نوشیدن اون رو نداشت چون خیلی قوی بود، مردفکن بود، کسانی که میخاره به هر حال قوی بودند و پول آنچنانی هم نداشتن چون مصرفشون به قول معروف بالا بوده و نمیتوانستن برسن، وقتی که اینها رو می آوردن و در جای دیگری می ریختن صافی ها رو، اینها رو کنار می گذاشتن اون کسانی که در میخانه بودند و اینها رو یک عده می آمدن و اینها رو می گرفتن. و بعضی مثل حافظ که پول هم نداشتن، اون زر تمغادیر رسیده بود به ایشان، خرقه پشمینه رو گرو می گذاشتن تا اینکه اندکی بیاورد و چون این خرقه برای اینها بسیار مهم بوده حتما میدانست که حتما پولش رو میآورد و خرقش رو بله. من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی که پیر می فروشانش به جامی بر نمیگیرد. در اون شعر بسیار زیباشه که دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد، زهر در میدهم پندش ولی کن در نمیگیرد. خدا را ای نصیحت گو حدیث مطرب و میگو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد. تا آخرش عاشقان دردکش را در درون ذوق ها، یعنی که دردی کشند در درونشان ذوق دارند. خدا که معشوق ذوقی ندارد، شوقی ندارد، ولی عاشقان چون متعین به تعینات این جهانی هستند هم شوق دارند هم ذوق دارند. ذوق یعنی چشیدن، چشش، چیزی رو در حقیقت چشیدن و معنی آن رو طلب کردن و طعم آن رو فهمیدن. عاشقان دردکش را در درون ذوق‌ها، عاقلان تیره دل را در درون انکارها. اینها که دردی میکشند و ذوق دارند در درونشان، عاقلانی که درونشان تیره است، عقل درون انسان رو تیره میکنه دیگه. چرا؟ همیشه ذهن انسان رو مشغول میکنه به معقولات. اگر چنین شد چه میشود؟ چنان شد چه خواهد شد؟ هی داره با خودش زندگی میکنه، زندگیشو تباه میکنه. ما تباه شده عقل هستیم، زندگی ما تباه عقل شده است.
هی میسنجیم، حساب میکنیم و آخرش که زندگی میکنیم هیچ وقت، چون همیشه به دنبال حساب کتابها و سود و ضررها بوده ایم. عاقلان تیر دل را در درون انکارها، اونها چون تیر دلند انکار میکنند، اما اینها چون دردی کشند، دردی میخورند، از آن جهت اینها بسیار پرذوق هستند. عقل گوید پا منه کن در پنا جز خار نیست. عقل میگه که بابا اینجا فانی بشی، اینجا فقط خار هست. عشق گوید عقل را کن در تو هستن خارها. عشق در جوابش میگه که نخیر، چون این نیست، این خارها در درون تو هست، این خارها در عاشق نیست، چون که میبینی آن خار در چشم تو هست. مولانا قصه یک پیرمردی رو بیان میکنن که از بس پیر شده بود که ابروهایش سفید شده بود و ابروهایش حلقه خورده بود و آمده بود جلوی چشمش. شب تیره که میرود میگه من ماه نو رو دیدم، همه افطار کنید، فردا شب عید فطر است. گفتن هنوز چند روزی مانده است. گفتم من هلال عید رو دیدم. آخرش هی میان حساب میکنن که این چگونه هلالی است، میبینن این دقیقت موی ابروی سفید اوست که خم شده است و جلوی دید او آمده است، و وقتی این بیچاره نگاه میکند با این چشم کم سو، هر جا که نگاه میکند آن رو هلال ماه میبیند و میگوید که افطار کنید که روز فطر رسیده است. و قصه هم همین است، قصه همین است که عاقلان در درون چشمشان یه خاری دارند، چون دقیق نمیتوانند ببینند، خار دارند که جهان را آنچنان که هست نمیتوانند ببینند، خار دارند در چشمشان که محدود مینگرند به مسائل اینها، چون این خارها رو از اگر از چشمشان دور کنند آن وقت حقیقت رو خواهند دید. عقل گوید پا منه کندر فنا جز خار نیست. عشق گوید عقل را کندر تو هستن خارها. هین خموش کن. خب این گفتگو بود، عقل گفت، عشق گفت، عقل گفت و عشق گفت، و ما هم به لحاظ اندک بودن وقت خیلی سریع رد شدیم از این گفتگوها. اما میگه هین خموش کن، دیگر جای گفتار تمام شد. مولانا این حرفا رو نباید میزد، آن معشوق به او گفت بزن، و حالا میگوید که هین خموش کن. این که میگه مولانا زیاد دارد میگه این خموش کن، سخن خود نیست، آدم که به خودش دستور نمیتونه بده، او دستور میدهد که این خموش کن، کافیه، بس کن، خاموش باش، این خموش کن. خار هستی راز پای دل بکن. میگه دلت توسط خار هستی و خار وجود خلیده شده است، این رو اگر از دلت بکشی، یعنی هستی و وجود رو، وجود ظاهری رو، وجود موقت رو، وجود عاریتی رو، هستی عاریت رو اگر از قلب خود بیرون بکشی، آن وقت خواهی دید که بقا در بقا، در بقا صفت تو هست. هین خمش کن، خار هستی راز پای دل بکن، تا ببینی در درون خیشتن گلزارها. میگه تا طرفدار خار هستی، تا خار هستی در درون دل تو هست، تو نمیتوانی گلزارها رو ببینی. کدام گلزارها؟ آن گلزارهایی که در میان پرده خون عشق را گلزار هست. میگه مثل همان بوی بدی که عادت کرده، ما به خاری که در دل ما خلیده است عادت کرده، خار عقلی که در دل ما خلیده است، نمیگذارد دل ما آنچنان که هست بیاندیشد، دل ما آنچنان که هست عمل کند، چون هرچه دل میخواهد عقل میگوید این کارو نکن، این خلاف است، این خلاف است. بنابراین هر لحظه دل میخواهد کاری کند، عقل جلوشو میگیرد. این خار رو باید از پای دل برکند تا اینکه دل بتواند دل باشد. دل وقتی دل شد چه میشود؟ به دل آفرین میرسد. وقتی دلی که از خدا گفتن مهمترین پاره وجود تو چیست، در حدیث قدسی از خداوند فرمود آن دلیست و در آن دل سر سویداییست که من در دل عاشق و در دل بشر نهفتم.
از من، از الوهیت من، از عرش من و از وجود من چیزی در وجود این آدم است. آن دست و پا و چشم نیست، آن دل است و آن هم قسمتی از دل که همان سر سویدای دل است. هین خمش کن، خار هستی راز پای دل بکن، تا ببینی در درون خیشتن گلزارها. میگه لازم است بری گلزارها رو در بیرون ببینی، بلکه در درون تو گلزارهاست. شمس تبریزی توی خورشید اندر ابر حرف، چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها. ای شمس تبریزی توی خورشید، شمس که همون خورشیده، میگوید توی خورشید اندر ابر حرف. این حرف هایی که من میزنم به نام تو میزنم، چون این رو به نام شمس میگه دیگه، به نام خود که نمیگوید. اگر مولانا این غزلیات رو به نام خود بگوید که شرک است. به نام شمس، به نام او، به نام هو، به نام خدا میگوید، به نام معشوق میگوید. میگوید این حرف هایی که من به نام تو میزنم، این ابری است که جلوی خورشید تو را گرفته است. این سخنانی که میگویم، این غزلهایی که ما میخوانیم، حقیقتاً ابری است که جلوی خداوند رو گرفته است، جلوی شمس رو گرفته است. و این حرفها، حرف یه معنی دیگری هم دارد که خیلی جالبه در زبان عربی. حرف یعنی منحرف شدن، از انحراف میاد حرف. چرا به چیز حرف میگن؟ دو نوع حرف مبانی و حرف معانی. حرف مبانی همون مثلا 32 حرف یا 28 حرف عربی هستن. حروف معانی مانند از، در، به، که، فی، من، الا، الا، اینها حرف معانی هستن که معنی دارن. آنها که حرف مبانی هستن که روشنه. حرف اساسا خودش یعنی انحراف. چرا به حرف حرف گفتم؟ به خاطر اینکه منحرف میکند ذهن انسان رو از کلمه به کلمه دیگر. وقتی ما میگیم شمس تبریزی، کلمه تبریزی ذهن ما رو از شمس منحرف میکند به تبریزی بودن شمس. و همچنین تویی هم ذهن ما رو منحرف میکند به اینکه مخاطب میکند شمس تبریزی رو. خب به همین ترتیب این حروفی که میآید و بعدن این حروف کلمات رو تشکیل میدهد و این کلمات جملات رو و این جملات این اشعار رو تشکیل میدهد، اینها همه حرف است. این حروفی که هست اینها ابر است، اینها حجاب است. حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم. اینها در حقیقت حجاب چهره جان است. شمس تبریزی توی خورشید اندر ابر حرف، چون برآمد آفتابت محو شد گفتار. وقتی آفتاب به وسط میرسه میبینه صبح بر ابر هست، عصرها ابر هست، ولی وقتی که خورشید در قسمت بالای خود قرار گرفت، قدرتش آنقدر زیاد می شود که ابرها رو محو می کند، ابرها رو فانی می کند و خود باقی می شود. منظور این است، این شمسی که هست، این شمس می آید و بر ابر حروف می افتد و بر ابر این کلماتی که ما می خوانیم بر آنها رو از بین برد، بخار می کند و منهدم می کند و خود چهره واقعی و حقیقت نورانی خود رو بر ما هویدا می کند. شمس تبریزی توی خورشید اندر ابر حرف، چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها. اینها هم همچنان کشیده میشه و مولانا در حالت محو گفتارهاست. از اینکه عنایت فرمودید و در این مجلس گرم، در این هوای مطبوع و گرم عنایت فرمودید و عرایض بنده رو، عقید رو با سمع و نظر قبول عنایت فرمودید، بسیار سپاسگزارم. از اینکه وقتتون رو اندکی بیش از حد معمول گرفتم باز هم عذرخواهی میکنم. همگی رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت.